دکتر عبدالواحد افضلی استاد دانشگاه تورین از ایتالیا با ما همراه هستند. آقای افضلی سلام، وقت شما بخیر. سلام دوستان، بخیر. در رابطه با گزارش سازمان شفافیت بین الملل در افغانستان تحت کنترل طالبان، لطفا نظر خودتون رو بیان بفرمایید. عرضم به حضور شما که در افغانستان اتفاق خاصی از نظر فساد اتفاق نیفتاده، یعنی در واقع بخشی از سیستم اداری که قبلا وجود داشت و در فساد رتبه های بسیار بدی رو داشتند، هنوز هم همونا در سیستم اداری هستند و گروه جدید، گروه طالبان هم که اومدن، اینا هم خب بخشی از همون جامعه و همون سیستم هستند و خصوصا این که می تواند بدتر از دوره جمهوریت باشد، از این جهت که هیچ قانونی وجود نداره و بسیاری از قوانین ملغا شدند و طالبان هم متشکل از گروه های مختلف هستند که اونها پایبند به احکام و برداشت های شرعی هستند و هر کدوم اونها به جای پایبندی به قانون بر اساس استدلال شرعی که خودشان دارن عمل میکنن و این بیشتر از پیش به فساد دامن میزنن. بله جناب افضلی، دلیل ادعای طالبان که فساد در افغانستان تحت کنترل خود رو نزدیک به صفر اعلام میکند چیست؟ اونها فکر میکنن چون افراد مذهبی هستن و افراد مذهبی دست به فساد نمیزنند. این در حالی است که اتفاقا برعکس، این گروهی که پایبند به هیچ کدام از قوانین بشری و انسانی نیستند و تعهداتی در قبال جامعه ندارند، چطور می توانند مانع فساد شوند؟ همونطور که الان عرض کردم خدمت شما، اینا متشکل از گروه های مختلفی هستند که اتفاقا بین اینها رقابت های شدیدی وجود داره و هر گروه تلاش میکنه که سهم بیشتری رو بتونه از منابعی که میاد به دست بیاره و خصوصا کمک های جامعه جهانی که هفته بار به طالبان ارسال میشه، اینها هیچ جایی ثبت و ضبط نمیشه و هیچ کسی هم پاسخگو نیست. پارلمانی وجود نداره، نهادهای نظارتی وجود نداره، فقط این چند گروه هستن که در رقابت با هم اینا رو تقسیم میکنن بین هم دیگه و تلاش میکنن در مدارس دینی که میسازن توضیح بکنن. بله. چه راهکاری برای کاهش فساد در افغانستان حتی در صورت تداوم حضور طالبان در افغانستان وجود داره؟ در دوره قبل یا در جمهوریت هم این مسئله مطرح بود و قوانین متعددی هم ایجاد شد و دستگاه های نظارتی متعددی هم ایجاد شدند، اما متاسفانه بعد از مدتی اون دستگاه های نظارتی خودشان در رتبه فساد در جایگاه بالاتری قرار می گرفتند. به نظر می رسد به دلیل اینکه بخش عمده ای از این پول هایی که در بودجه دولت جمهوریت قرار می گرفت و الان هم به طالبان ارسال می شه نهادهای بین المللی هستند و این نهادهای بین المللی می توانند اون مصارف یا پولی را که ارسال می کنند در جایی که مصرف میشه خود اونها مصرف بکنند با نظارت خودشان، یعنی در واقع از دست دستگاه‌هایی که وجود داره خارج بکنند. و ثانیاً سیستم اداری که الان وجود داره مبتنی بر حضور افراد هست، باید این سیستم تبدیل به سیستم الکترونیک بشه که تمام فرایند اداری از طریق کارکرد الکترونیکی انجام بشه. قابل یادآوریه که این اقدامات در دوره جمهوریت در حال تکمیل شدن بود، اما با بازگشت طالبان همه این پروژه ها فعلا متوقف شد. بله. ممنونم. دکتر عبدالواحد افضلی استاد دانشگاه تورین از ایتالیا همراه ما بودند.